سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. سفر بلینکن به مالزیا، آمریکا تحریم های بیشتری بر میانمار را اعمال می کند. نامه خبرنگاران افغان به رهبران برخی از کشورها وظیفه و مسئولیت خود را یک جا از دست دادیم. و همچنان در پایان، ارسال 800 هزار دلار از سوی طالبان به سفارت افغانستان در دوشنبه. به نام خدا و با تقدیم سلام، با مجموع خبری چنل توبان سمارت خوش آمدید. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل توب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیو های جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. سفر بلینکن به مالزیا، ایالات متحده آمریکا تحریم های بیشتری بر میانمار اعمال میکند. 8 صبح کابل. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر خود به سه کشور جنوب شرق آسیا در گفتگو با سیف الدین عبدالله همتای مالزیاییش از اعمال تحریم های بیشتر بر میانمار خبر داد. او می افزاید که دولت بایدن در حال بررسی تحریم های جدید سخت بیران علیه میانمار است. به این ترتیب آمریکا می خواهد که بر رهبران نظامی این کشور فشار بیاورد تا دست از سرکوبگری معترضان کودتای ماه فوریه میانمار بردارند و این کشور را به مسیر دموکراتیک برگردانند. دلیل اعمال تحریم های نقض گسترده حقوق بشر در میانمار خوانده شده است. بلینکن گفت که ده ماه پس از کودتا وضعیت در میانمار با بازداشت های گسترده و خشونت علیه معترضان بدتر شده است. او گفت که کشورش تلاش می کند که سرکوب جاری علیه جمعیت مسلمانان روهنگیان میانمار را به عنوان نسل کشی معرفی کند. آنتونیو بلینکن نسبت به این نشست وزرای خارجه کشورهای عضو آسان در جنوبی بتوانند موضع این گروه را در مورد میانمار روشن کنند ابراز امیدواری کرد. سیف الدین عبدالله وزیر خارجه مالزیا نیز در این دیدار خاطر نشان کرد که مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا نیز در مورد میانمار باید وارد عمل شوند تا به یک رای حل مشترک برسند. گفتنی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه 10 دسامبر از تحریم های گسترده در رابطه با ده ها فرد و نهادهای مرتبط با نقض حقوق بشر در چین، میانمار، کره شمالی و بنگلادش خبر داده بود. کودتای میانمار در مارچ سال روان میلادی رخ داد و در آن ارتش آن کشور آنگ سان سوچی رهبر میانمار را از سمتش کنار زدند. او در ادامه به 4 سال و سپس به 2 سال حبس محکوم شد. همچنان این در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: ارسال 800 هزار دلار از سوی طالبان به سفارت افغانستان در دوشنبه. این مبلغ پور به علت اشتباه فنی به حساب سفارت ریخته شده و باید معاشات کارکنان سفارت داده شده و مابقی آن به جبهه مقاومت تسلیم گردد. از وزارت خارجه امارات اسلامی خبر می رسد که مبلغ 785,628 دلار آمریکایی سهواً از سوی مسئولین به حساب بانکی سفارت افغانستان در تاجیکستان ریخته شده است. مقامات اکنون در صدد استرداد پول از حساب بانکی سفارت در دوشنبه هستند. این مبلغ پول اشرف غنی در سفرش به دوشنبه به تاریخ 9 حمل 1400 وعده داده بود که برای تاسیس مکتب و وحدت برای مهاجران افغانستان در دوشنبه هزینه در نظر گیرد. این پول قرار بوده برای مصارف مکتب وحدت به مصرف برسد و اساسا در زمان اشرف غنی در سیستم مالی طی مراحل شده، اما هنوز فرستاده نشده بود. اکنون قریب 800,000 دلار از سوی اداره محاسبه امارات اسلامی اشتباهاً به حساب سفارت ریخته شده است. وزارت خارجه طالبان در اول قوس ماه روان یک مکتوبی را به سفارت تاجیکستان فرستاده است و در آن آمده است که مبلغ 785,628 دلار آمریکایی را که سهواً به حسابات معاشات آن نمایندگی انتقال گردیده هرچه عاجل و حساب واردات دولت در افغانستان بانک دوباره انتقال دهند. این پول در حال حاضر در اختیار ظاهر اکبر است و باید به جبهه مقاومت داده شود. با نشر این خبر تقاضا می گردد که 800,000 دلار مذکور در اختیار جبهه مقاومت ملی قرار داده شود.
گرفته شده از گزارشنامه افغانستان رزاق مامون. تا کنون این خبر از منابع رسمی طالبان تایید و یا رد نشده است. در همین حال نامه خبرنگاران افغان بر رهبران برخی کشورها وظیفه و مسئولیت خود را یک جا از دست دادیم. 8 صبح کابل. گروهی از خبرنگاران افغانستان با فرستادن نامه سرگشاده بر رهبران برخی از کشورها از آنان خواستند که برای محافظت و از خبرنگاران افغان اقدامات لازم انجام دهند. این نامه که به سران کشورهای فرانسه، آلمان و کانادا فرستاده شده از خبرنگاران در آن از افزایش تهدید روزافزون امنیتی و مشکلات احتمالی اقتصادی ابراز نگرانی کرده اند. در این نامه آمده است که با گذشت هر روز کار خبرنگاری در افغانستان از سوی حکومت سرپرست طالبان محدود و خبرنگاران نیز تهدید و لط و کوب می شوند. این خبرنگاران که شمارشان به بیش از 100 تن می رسد و گواه نامه های تاییدی نهادهای جهانی خبرنگاران و برخی از کشورهای اروپایی را دارند، می گویند که با توجه به محدودیت های جدید از سوی طالبان آینده و مسئولیت کاری ندارند. بخش از این خبرنگاران در نامه‌شان تذکر دادند که به دلیل سابقه یک کار جدی رسانه‌ای در خفا به سر می‌برند. آنان هشدار دادند که اگر در همکاری با آنان تأخیر شود، خطرهای جدی متوجه آنان خواهد شد. این در حالی است که پس از تسلط طالبان، ده‌ها رسانه خصوصی از فعالیت باز ماندند و صدها خبرنگار و کارمندان رسانه نیز وظیفه‌هایشان را از دست دادند. با این حال تقسیمات قصرهای داخل ارگ، خبر می‌رسد که ساختمان‌های داخل کاخ ارگ ریاست جمهوری کابل بین فرکانسیون‌های با هم دشمن طالبان تقسیم شده است. در ساختمانی که قنداری‌ها موقعیت دارند هیچ فرد حقانی دیده نمی‌شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما باخبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.